برای همه شما عزیزان مبارک عرض می کنم. نیازمندان را بگیرد و این از همون چیز است. خداوند متعال و همه شما عزیزان پروردگار عالم لطف و عنایت و کرامت نماید. ما جوشاولی است، یک از اعضای بنیاد خیریه شهدا. روز به روز وضعیت افغانستان بیشتر از پیشی که ما چی داشتیم خراب شده. رئیس مردم ما دچار مشکل اقتصادی هست و هدف بنیاد خیریه شهدا این بود که تا بتانیم اگر امی عروسی دست جمعی در تمام افغانستان نهادی نشود، از مصارف های گزاف جلوگیری شود، تا بتانند هم کسایی که حداقل نتونستند در ظرف 3 سال 4 سال نامزد بودن اونا عروسی بکنن. امی اگر نهادی نشوه میتونن بسیار جوانای ما خوبتر و زودتر عروسی بکنن. ما امروز برای 22 زوج امروز محفل گرفتیم که 22 زوج امروز شما شاهد برگزاری محفلشان هستیم و شما دیدین که عروس و دامادم بودن در اونجا و شاهد همه برگزاری ها بود. ما کسایی که امی زوجایی را که فعلا امروز شما شاهد برگزاری محفلشان هستین، ما اینا رو سروی کردیم. هیئت بررسی بنیاد خیریه شهدا رفتن، اینا واقعا هر کدامشان 3 سال 4 سال نتونسته بودن نامزد شوند و ما تعهد کردیم که اینا را یک سال تا یک سال خرج از خانواده را البته از همین عروس داماد را میدیم. ما بر علاوه از اینکه مجلس امروز شما دیدین که برگزار کردیم، یک جزیه برای یک خانواده ای که حداقل بتونن از او چین دوچار مشکل نباشن، ما امروز 32 قلم جزیه را هم در خدمت از اینا قرار میدیم که شامل قالین هست، یخچال هست، ماشین کالاشویی هست و جاروی برقی و همین لوازم اجاق گاز و همین چیزایی که در یک خانه لازم هست. تعمیل از این از طرف مردم، از طرف خیرین خارجی و داخلی ما هستن. مثل کسای هر کس در حد توان خود سهم گرفته در ارتباط، کسی کمتر کسی زیادتر، چی از خارج چی از داخل. و فکر در حدود، حالا ما تا هنوز رای را دقیق واسیبه نکردیم، در حدود شاید هر زوج با تمام هزینهش 2 لک افغانی شد. کار و بار نبود، از این شخصی نداشتیم دیگه، در این کار ثواب ما شریک کردیم. خداوند در کار هر نفری کار کرده خداوند خیرش بیته. به نام خدا از این عروسی دست جمعی بسیار زیاد خوشحال هستیم و از این خوشحال هستیم که در عرضیم رسیدیم و از این بنیاد هم بسیار زیاد تشکری میکنم تا این عروسی دست جمعی برگزار میکنه و یک تشکری بسیار زیاد از کسایی که در این بنیاد کمک میکنه تا کسایی که فقیر هستن بیتونن یک عروسی خوب بگذرانند.
چندان شرایط اقتصادی خوبم نداشتیم، از هم خاطر شوهر ما نمیتونست کار کنه چون هم درسش بود هم کارش بود، از هم خاطر در این مدت یک سال نتونستیم خودم ما چی کنیم با زیبونیاد شهدا ثبت کنیم. قسمت اگر که واقعا خانواده های ما و اجتماع ما توجه بکنن به ایتو مراسم ها، این خودش یک فرهنگ میشه برای مردم ما و به علاوه که فرهنگ میشه چند تا ثمره خوبی هم داره. اولین ثمرهش اینه که از کل اسراف پیشگیری میشه، چون ما آیات سری قرآن داریم که قرآن میگه کل وشرب ولا تصرفو، بخورید بیاشامید ولی اسراف نکنید. در حالی که در جامعه ما امروز در هر عروسی که وقتی دقت میکنیم خیلی اسراف میشه، از غذاها همچنان، از مصارف هتل ها همچنان و در لباس خریدن ها و حتی در خود استج زدن، یک استج را میخواین جور کنن در چند هزار دلار میکشه. ولی وقتی اگر به این عروسی ها تن بدیم و توجه به این عروسی ها کنیم، از این مصارف جلوگیری میشه و خود این مصارف سبب میشه که داماد با خیال راحت همسرش در خانه بختش ببره. مجلس خوب بود، در حد به اصطلاح میتونیم بگیم عالی بود. واقعا همکارا خیلی زحمت کشیده بودن، برادرها خیلی زحمت کشیده بودن، خواهرای عزیز ما زحمت زیاد کشیده بودن، تا چون تو مجالس مال یک نفر نیست که یک نفر کار بکنه، اینا شاید ماها دارن کار میکنن که تا این امکانات رو فراهم کردن و اینطور زمینه ها رو فراهم کردن و این برنامه برگزار شد. انشالله در آینده هم سعی میکنیم که چنین برنامه هایی را داشته باشیم در مناسبت ها. بسم الله الرحمن الرحیم. نام من میرحسین حیدری است، پدر یکی از دامادانی که در مراسم 22 زوج که مشترکان عروسی برگزار کردن، پدر یکی از ایناست. خب با سعی و تلاش از همین مردمایی که در بخش چیز کار میکنن، در بخش از بنیاد که کسایی را پیدا میکنن که مستحق هستن یا مثلا دیرتر نامزد ماندن، خود این بخش ما را پیدا کردن از توسط یکی از منصوبین از همین بنیاد خیریه شهدا و شرکت کردیم. ما پدر شیرسان یک از دامادای از این محفل هستم و کمال تقدیر و تشکر دارم از کسایی که این محفل برگزار کردن و کسایی که حمایت مالی کردن. واقعا خوشحال هستیم و آرزوی این است که همه پدرها خوشی و مسرت پسرهایشان را ببینن و داغ خوشیشان در دلشان نمانه و خوشحال شوند مثل از نواری که امروز خوش خورم هستم پیشتان.